جلسه قبل با سه تا راه برای گرفتن المنت های دام آشنا شدیم. حالا این جلسه با دو تا ابزار دیگه هم آشنا میشیم و بعدا حالا مقایسه میکنیم که از کدوم یک از این ابزارها میخوایم استفاده بکنیم. مهران از چنل یوتیوب اسلسیوم، این آموزش جاوا اسکریپت مدرن. ممنون میشم که ویدیو در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و برای زنگوله هم بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار دادم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. خب ما جلسه قبل سه تا راه رو با هم کار کردیم. حالا اینا رو هم کامنت میکنم. این جلسه بریم دو تا راه دیگه برای گرفتن المنت ها رو یاد بگیریم. راه اول استفاده از کوئری سلکتور است. راه دوم هم استفاده از کوئری سلکتور آل. حالا با هر دو تا بریم کار کنیم. مثلا من میخوام همین هدر رو به وسیله کوئری سلکتور بگیرم. میام چیکار میکنم؟ میگم که let header مساوی باشه با document.querySelector و میخوام از آیدیش استفاده کنم. مینویسم sharp بعد header. خب اولین نکته ای که باید دقت کنید اینه که get element by id میومد آیدی رو میگرفت و برای همین نیاز نبود که اینجا ما علامت sharp رو اول header بذاریم، ولی query selector میاد از اون query هایی که به وسیله css زده میشه استفاده میکنه. و خب اگه شما دانش css تون بالا باشه خیلی راحت تر میتونید به وسیله اینا اون داده ها رو بگیرید. query selector اساسا براتون یه دونه و فقط یه دونه object رو میگیره. مثلا من اینجا اومدم گفتم که اونی که ID header رو داره برام بگیر و دوباره همین تغییری که اینجا گفته بودیم رو روش اعمال کن. بگو که header.style.color سیو میکنم، رفرش میکنم و میبینم که به درستی اومد این مقدار رو برام تغییر داد. query selector کارهای دیگه ای که میتونه بکنه، دوباره مثلا اگه بخوام یه پاراگرافی رو بگیرم، مثلا اولین پی موجود رو بگیرم، میتونم از همین query selector استفاده کنم. یعنی بگم که let paragraph به این صورت، بعد بگم document.querySelector، بعد مثلا بیام بگم که اولین تگ پی که توی صفحه میبینی رو برام حالا بگیر و بعد اونم حالا بیام بگم که چیکار کنه، مثلا رنگش رو برام تغییر بده، به جای هدر فقط اینجا بنویسم پاراگراف و میبینید که میاد اولین پاراگراف رو برام میگیره و اون تغییرات رو اعمال میکنه. اگه میخواستم بگم اولینی که کلاس کانتنت رو داره بگیر برام چیکار میکردم، دوباره همین کد رو کپی میکنم، میگم میخوام کانتنت رو بگیرم، پس همه اینا رو میکنم کانتنت. فقط یادم نره که توی کوئری سلکتور چون کانتنت یک کلاس هست یه دونم علامت دات رو میذارم، میگم کانتنت رو بگیر برام و رنگش رو برام قرمز کن. میبینی که کل این قسمت که کانتنت بود برام رنگش قرمز شد. خب اگه من بخوام همه اونایی که دارن از این کلاس استفاده میکنن یا دارن از تگ پی استفاده میکنن رو بگیرم، چیکار باید بکنم؟ به جای کوئری سلکتور میتونیم از کوئری سلکتور آل استفاده کنیم. من همین کدی که داشتم میومدم یک پاراگراف رو میگرفتم رو برمیدارم، پاراگراف رو میکنم پاراگرافز به این صورت و میگم که کوئری سلکتور آل به این صورت. این میاد چیکار میکنه؟ برام همه اون پاراگراف ها رو میگیره. اگر این کد رو اجرا کنم بهم یک اروری حتما میده. بریم بخش کنسول، میگه که من نمیتونم این کار رو انجام بدم چون پاراگرافز استایل نداره. کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که بیایم این کار رو حالا از اینجا کات کنیم، یه دونه حلقه فور ایچ بزنیم بر روی پاراگراف ها. یعنی می‌نویسم paragraphs.forEach به این صورت و یه دونه arrow function میخوام باز کنم، اینجا پاراگراف رو بهش میدم به این صورت و به این صورت میام میگم که برای هر پاراگرافی که حالا دستت اومد بیار چیکار کن، رنگش رو بکن قرمز. رفرش میکنم، همه اونایی که تگ پاراگراف رو دارن به رنگ قرمز تغییر پیدا کردن، ولی خب این قسمت که تگ پاراگراف نبود تغییر نکرد. اگر به وسیله همین کوئری سلکتور میخواستیم کانتنت ها رو بگیریم باید چی کار میکردیم؟ خب من اینو دوباره یه بار کامنتش میکنم، میگم let contents این بار برابر باشه با document.querySelectorAll به این صورت و بیاد اونایی که کلاس کانتنت رو دارن بگیره، بعد بیاد روی همین contents برام یه دونه حلقه for each بزنه به این صورت و از arrow function میخوام استفاده کنم، میگم
کانتنت رو بده بهش و بیا چی کار کن اینجا به هم بگو content.style.color مثلا باشه این بار بلو. خب یه بار رفرش میکنم و میبینم همه اون کانتنت هام که یه دونه این قسمت بود یه دونه این قسمت داره اون تغییر روشون اعمال میشه. خب من این روش گرفتن کانتنت رو حالا نوشتم کانتنت دارم، مثلا این روش رو هم دارم به وسیله کلاس نیم. حالا من اینجا این اسمش رو میذارم کانتنت، البته خب مثلا اینجا هم باید اسمش رو بذارم کانتنت. خب این روش هم دارم برای گرفتن کلاس نیم هام، این روش رو هم دارم برای گرفتن کلاس نیم هام. از کدوم استفاده کنم بهتره؟ من میگم از کوئری سلکتور. بذارید مثالش رو بگم. من میام اینجا کوئری سلکتور رو کامنت میکنم و میام کانتنت هام رو به وسیله کلاس نیم میگیرم. یه بار صفحه رو رفرش میکنم میبینم تغییرات اعمال نشد، میرم به سورس، میگه که شما نمیتونید از فور ایچ استفاده کنید. ای بابا چرا؟ چون ببینید دقت کنید، حالا یه موضوع رو توضیح بدم. خب وقتی دارید از get elements by class name یا get elements by tag name استفاده میکنید، به شما یک آرای برگشت داده نمیشه. بذارید اینجا من console.log کنم همین contents رو. اینجا برامون چی مینویسه؟ مینویسه یه دونه HTML collection هست. ولی اگر بیام اون کانتنت هم رو به جای اون روش بیام از کوئری سلکتور استفاده کنم، به هم یه دونه آرایه برمیگردونه، فقط اینو من کامنتش کنم، خب به هم یه دونه آرایه واقعا برمیگردونه. موضوع اینه چون برامون get element by class name میاد یه دونه HTML collection برمیگردونه، ما باید یک تبدیلی رو اول انجام بدیم. یعنی بیایم از همین class name که استفاده میکنیم اینجا قبل از اینکه اون لوپمون رو بزنیم، حالا اینم من کامنتش میکنم، قبل از اینکه اون لوپ رو بزنیم باید این کانتنت رو تبدیل کنیم به یک آرایه. برای همین می‌نویسم array، بعد یه دونه می‌نویسم dot from، به این صورت پرانتز رو باز و بسته میکنم و کانتنت رو بهش میدم. این عملیات داره برام یه دونه آرایه از همین HTML collection میسازه، array dot from contents، و اینطوری من یه آرایه دارم. بعد میتونم روی اون for each رو بزنم. اگه من حالا بیام سایت رو مشاهده کنم میبینم که اون کار داره به درستی برام انجام میشه. مثلا اگه اینجا بنویسم tomato و میبینم که حالا رنگش شد گوجه‌ای. برای همین به نظر من استفاده از query selector خیلی راحت تره. و دومین موضوع هم اینه که برام یه دونه آرایه برمیگردونه و این تبدیل اضافی رو هم نمیخواد. موضوع آخری هم که بهتون میخوام بگم اینه که حالا اینم بذارید کامنت کنم. فرض کنید حالا از بین این المنت ها من فقط این المنت دوم رو میخوام، چطوری براش کوئری بزنم؟ خب راه های مختلفی هست. ممکنه شما بگید که خب بهتره که من مثلا CSS هم بلد باشم، اگه CSS رو بلد باشم خیلی راحت تر میتونم کوئری رو بزنم. یک راهکار خلاصه اینه که من بیام این المنت رو پیدا کنم از طریق سورس. اگه بلد نبودید پیدا کنید، میاد اینجا روش کلیک میکنید خودش براتون پیدا میکنه، بعد روش راست کلیک میکنم میام بخش کپی و احتمالا شما نمیبینید چون تصویر من گرفته اینجا رو بذارید این قسمت رو اینجا بفرستم، میاد روش میزنید کپی، بعد از بخش کپی CSS سلکتور رو کپی میکنید. برای این قسمت یه دونه سلکتور یونیک CSS رو میده که ببینیم به چه شکلیه. به این شکله. شما به این وسیله به وسیله این کوئری میتونید قطعا به این پایتون دست پیدا بکنید. حالا بیایید اونم یه بار تست بزنیم. مثلا من میگم let custom query، حالا اسمشو میذارم و میگم اینجا هم یه دونه ای داشته باشیم به این صورت و میگم document.queryselector و برای کوئریم از همون متنی که کپی کردم و خود فایرفاکس برام ساخته استفاده میکنم. حالا میتونم بگم که مثلا همین کاستوم کوئری دات مثلا استایلش دات کالرش باشه مثلا چه رنگی، مثلا گرین. اگر صفحه رو رفرش کنم میبینم که اون استایل فقط اومد این قسمت رو گرفت. حالا مثلا بگم یه دونم فونت سایز داشته باشه، مثلا فونت سایزش هم باشه 20 پیکسل. میبینم که کاملا داره اون استایل ها رو فقط این قسمت برام میگیره.
شما هر المنتی که داشتید به این وسیله میتونید اون کوئری سلکتور یونیکش رو بگید. حالا یه مثال دیگه هم برای دام بگم، دوباره راست کلیک میکنید انسپکت المنتور و اینجا میاد بخش کپی و اون سی اس اس سلکتورش رو کپی میکنید. مثلا اگه بخوام اینجا به دام این استایل خاص رو بدم، اینجا رو پاک میکنم و اون کوئری سلکتور خاص که خودش گفته هدر باشه رو بهش میدم. اینم حالا اون روشی که میتونید ازش برای کوئری سلکتور استفاده کنید. امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. از جلسه بعد ویژگی های بیشتر حالا اون المنت هایی که گرفتیم رو با هم بررسی میکنیم.